ما فراتر از یک صنف درسی به آموزش ادامه می دهیم. برای آموزش بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک سازید. بسم الله الرحمن الرحیم. معاصرین عزیز سلام علیکم، امیدوارم خوب و صحتمند باشین. دوستای گرامی، در ادامه سلسله درس های بخش اناتومی که ما شما داشتیم، امروز به خیر جلسه پنجم است یا ویدیوی پنجمی است که خدمت شما تقدیم میشه. امیدوارم که درس های قبلی را شما دیده باشین و همچنان در چینل ما سر بزنید و چینل را سابسکرایب کنید و با دوستانتان شریک بسازید و ویدیوهای قبلی رو ببینید تا بخیر در درس های بعدی در ویدیوهایی که برای شما داده میشه مشکل نباشه. امروز یک موضوع خیلی اساس و مهم دوستا تشریح میکنیم. از درس های قبلی آنچه که ما شما دوستا بیاد داریم، موضوع بحث ما و شما مشخصا در مورد سیستم اسکلتی بود یا اسکلتال سیستم، و شما فهمیدین که مجموع استخوان هایی که در بدن وجود داره اونمو سیستم اسکلتی ما و شما رو تشکیل میده. و در ضمنش در بعض قسمت ها بسیار کم خود غضروف هم سهم داره، این قسمت اعظم سیستم اسکلتی استخوان هاست. و امروز ما و شما در ادامه از بحث صحبت میکنیم که وقتی که استخوان ها در یک قسمت با هم تلاقی پیدا میکنن و یا جوین میشه یا با هم وصل میشن، در این صورت مفصل با وجود میاد. یعنی اینا ما شما امروز درباره مفصل صحبت میکنیم که مفصل چی هسته، چند نوع هسته و با جزئیات خود خوانده. موضوع بحث دستو از مفصل امروز بخیر آغاز میکنیم. دقت داشته باشین، در اینجا ما شما نوشته میکنیم که مفصل و جمعش میگیم مفاصل. مفاصل، مفاصل یا چی میگیم؟ جوینتس. اینا رو سو ببینید که وقت ما شما میگه مفصل، پس مفصل چی هسته؟ تعریف مفصل بسیار راحت است. وقت ما شما دوستا میگه مفصل، جمعش میگه مفاصل، جوینتس. مفصل یعنی چی دوستا؟ محلی که دو استخوان با هم وصل میشه، ممکن است حرکت داشته باشه و یا نداشته باشه، او رو به نام چی میگه؟ مفصل میگه. دقت داشته باشین، محلی که دو استخوان با هم وصل میشه، ممکن است حرکت داشته باشه یا نداشته باشه، این رو به نام چی میگیم؟ مفصل میگیم. اینا سیستم اسکلتی ما شما که شامل استخوان هاست، استخوان ها در قسمت های مختلف بدن با هم مفصل میسازن که اینا بیشتر صحبت میکنیم که مفصل چند نوع خود باشه. خب حالا تعریف مفصل ما شما فهمیدیم. اینا دوستا بصورت عموم ما شما دو نوع مفصل داریم. دو نوع مفصل، یک مفاصل ساینو ویال. ساینو ویال درست؟ مفاصل ساینو ویال به این شکل ما شما نوشته میکنیم، ساینو ویال یک. و نوع دوم مفصل که ما شما میخوانیم به نام مفاصل جامد. جامد یا چی میگیم؟ سولید. اینا رو در قدم نخست ببینید، وقت ما شما میگیم مفاصل ساینوویال و مفاصل مثلا جامد یا سولید، منظور در این چی است؟ در مفاصل ساینوویال حرکت مفاصل بسیار آزاد و راحت صورت میگیره، این راحت مفاصل حرکت دارن. اما در مفاصل جامد یا سولید چه رقمه؟ در مفاصل جامد حرکت این امکان داره هیچ حرکت نکنه و یا حرکت بسیار محدود داره، به می خاطر بنام مفاصل جامد یا سولید یاد میشه. دقت کنید چه گفتم، در مفاصل ساینوویال چه گفت است که آزادانه در مفصل حرکت واقع میشه، در حالی که در مفاصل جامد یا سولید حرکت امکان داره هیچ وجود نداشته باشه، امکان داره حرکت بسیار محدود موجود باشه، این باید داشته باشه. جزئیات پسان باز میگه. اینا حساب ما شما بیشتر روی مفاصل ساینوویال وقت صحبت کنیم، مفاصل ساینوویال دوستا بازم بخش بندی میشن. ببینید بازم بخش بندی میشه، البته نظر به دو چیز. ببینید نظر به دو چیز، یک نظر به سطوح مفصلی، سطوح مفصلی، یک نظر به این بخش بندی میشه. اینا رو نظر به سطوح مفصلی، وقت ما شما مفاصل ساینوویال را بخش بندی کنیم، باز هفت نوع مفصل ساینوویال وجود داره. توجه داشته باشین به این شکلی، نظر به سطوح مفصلی، باز ما شما هفت نوع چی داره؟ مفصل ساینوویال داره. این حال ببینید کدام؟ یکی دوستان ما داره مفصل هموار. هموار یا چی میگیم؟ فلات جوین. فلات جوین مفصل چی؟ هموار. دیگه دوستان ما شما داریم وقت میگیم مفصل هموار یا فلات جوین، مفصل دوم داریم مفصل دستگیره مانند.
در انگلیسی میگیم هنگ جاین. یک چگونه باز ما شما بیشتر تشریح میکنیم. دیگه دوستان داره مفصل چرخیچی، چرخیچی یا هر چی میگیم به نام پیوت جاین. خب دیگه دوستان ما شما داره مفصل بای کاندلر، بای کاندلر به این شکلی نوشته میکنیم بای کاندلر جاین. ایر خوب دقت کن که اول سیستم درس رو بفهمین. دیگه دوستان داره مفصل کاندلر، کاندلر یا ایر بنا مفصل بیضوی هم میگه. کاندلر یا چی؟ بیضوی. کاندلر یا چی میگیم؟ الپ زویت جاین، درست؟ خب دیگه مفصل دوستان داره قسمت ما شما داره بنامه مفصل زین مانند، زین اسب، زین مانند. چی میگه میره؟ سیدل جاین، سیدل جاین، درست؟ خب در ضمنش دیگه مفصلی که دوستان ما شما در اینجا باز دیگه مفصلی که مثلا ما شما در بخش میخوانیم و داریم به نام مفصل در فارسی میگیم کوروی، کوروی حفروی یا هر چی میگه بال ان ساکت جاین. خب اینه دوستا بخش بندی که ما برتان کردیم از روی به حساب اناتومی گریس. حالا نظر به منابع فرق میکنه یه اناتومی گریس. این رو دیگه قسمت رو ببینید. بخش دیگه دوستا چیست؟ این حاله یک انواع مفاصل ساینویال نظر به چی به ستوی مفصلی دیگه دوستا نظر به چی تصنیف میشه یا بخش بندی میشه؟ نظر به حرکتی که دارن، حرکت. نظر به حرکتش باز ما شما مفاصلی که داریم باز اینه مفاصل ساینویال نظر به حرکت با سه نوع میشه. نظر به حرکت ببینید کدام سه نوع میشه. یکی یک محوری، مفاصل یک محوری یا چی میگه میره یونی اگزیل. دیگه داریم مفاصل دو محوری، دو محوری یا بای اگزیل. و دیگه داریم مفاصل چند محوری، چند محوری یا هرچی میگیم مولتی اگزیل. این انواع مفاصل ساینویال نظر به چی میشه؟ نظر به حرکتش. خب این رو سابقه ببینید ما شما مفاصل جامد گفتم نه؟ خود مفاصل جامد وقت دوستا میگیم اینا لی هم بخش بنده میشه. مفاصل جامد در قدم اول دو بخش میشه. یکی ما شما مفاصل فیبروزی داریم، فایبرس جاین. یک هم مفاصل غضروفی داریم در بخش مفاصل جامد، فیبروزی غضروفی، درست؟ اینا مفاصل فیبروزی دوستا باز ما شما در اینجا سه نمونه شه میخوانیم. یکی سوچر، در فارسی درز معنا میده سوچر، مفاصلی که در قف وجود داره، درست؟ سوچر. یکی هم نوع دیگهش که ما شما در قسمت دوستا داریم مفاصل به نام گام فوزیس، گام فوزیس و دیگهش سین دیز موزیس، سین دیز موزیس. این داره بخش. این حال بخش دیگر ببینید مفصل غضروفی ما شما داریم. مفصل غضروفی ما شما دوستا در اینجا باز دو نو داریم، دو نو نداریم یا دو نوش داریم. این دو نو کدام است؟ توجه داشته باشه. خب یکی سین کاندروزیس، سین کاندروزیس و یکی دیگه هم دوستا سین فوزیس. نه دوستا سین فوزیس. خب یک بار تکرار میکنم کلمه یک نقشه کلی یادگیری مفاصل است که با شما وقتی که اناتومی گریر میخوانین هیچ گونه مشکل نیست و برای تخصص هم میگم درست است. دوستا ببینید وقتی ما شما میگیم مفصل، مفصل چی معنا؟ محلی که دو استخوان با هم وصل میشه، ممکن است حرکت داشته باشه یا حرکت نداشته باشه، چی میگیم؟ مفصل میگیم. اینا دوستا مفاصل به صورت عموم دو نوع میشه، یک مفاصل ساینویال، دیگه مفاصل چی؟ جامد. مفاصل ساینویال باز بخش بندی میشه نظر به دو چیز، یک نظر به سطوح مفصلی، دو نظر به حرکت.
نظر به ستوی مفصلی ما شما دوستا افت نو مفصل ساینوویل داریم به ترتیب تشریح میکنیم، ولی شما اول خوب باید نمایش بلد باشین. مفصل هموار یا فلات، مفصل دستگرمانه یا هنگ جاین، مفصل چرخشی یا پیوت جاین، مفصل بای کاندلر، دیگه مفصل کاندلر یا بیضوی الیپسوید جاین، مفصل زینمانن یا سیدال جاین، مفصل کروی حفروی به نام بال اند ساکت جاین میگیم. درست دیگه دوستان مفاصل ساینوویل نظر به حرکتش با سه نوع میشه: یک محوری یون اکسل، دو محوری بای اکسل، چند محوری مولت اکسل. و دیگه دوستان مفاصل جامد باز دو نوع میشه: فیبروزی غضروفی. فیبروزیش با سه نوع: سوچر، گامفوزیس، سن دیزموزیس. یک چی رقم است باز تشریح میکنه. مفاصل غضروفی باز دو نوع میشه. ببینید دوستا، یک سن کاندروزیس، سن کاندروزیس، نوع دو میشه میگیم سم فوزیس. خب اینه دوستا ما شما فهمیدیم، اینه قسمت غلط نشه سم فیزیس. خب در این قسمت که ما شما دوستا یاد گرفتیم، اینال خوب دقت کن، در قدم نخست برتون مفصل ساینوویل تشریح میکنیم که چی هست باز انواعش، در قدم دوم باز انواع مفاصل جامد برتون تشریح میکنیم. خب موضوع بحث ما شما اینال شروع میشه مشخصا از مفصل ساینوویل. ساینوویل یک چی ویژگی داره و چیگونه یک مفصل آل برتون تشریح میکنیم. قبل از یک دوستا مشخصا برتون مفصل ساینوویل رو تشریح کنیم، شما یک بار باز تصویر هم باید ببینید. مفصل ساینوویل، ساینوویل جاینت. خب دوستا شما در قسمت تصویر ببینید یک بار. تصویری که برتون نشان داده شده، برای از یک خوب مفهوم درک کنین، ما اینجا دو دانه مفصل داریم، دو نمونه مفصل. این استخوان های اینجا مشخص، در پایین هم ببینید یک مفصل دیگه، سی هم استخوان های. اینا مفصل بالا یک مفصل ساینوویل است. در این مفصل وقت شما دوستا دقت کنید، سطح مفصلی از این استخوان، از این استخوان، اینجا یک فاصله بین وجود داره. یعنی ستوی مفصلی استخوان ها توسط یک خالیگاه، یک حفره از هم جدا شده. در حالی که دوستان در مفصل پایین ببینید، این مفصل چیه؟ مفصل جامد، سولید جاینه. در این مفصل ببینید که ستوی مفصلی استخوان ها از هم جدا نیست، بلکه توسط یک نسج منظم با هم چسبیده قرار داره. جامد هم زی خاطر میگه. به خاطر در مفصل ساینوویل حرکت بسیار آزاد، راحت صورت میگیره، اما در مفصل سولید یا حرکت وجود نداره یا حرکت نهایت کم است، محدود است. حال فهمیدید. اینال برتون دوستا تشریح میکنیم مفصل ساینوویل را، اگه انگیزه گرفتین ببینید. در مفاصل ساینوویل دوستا چند نکته مهم است. خوب دقت کن. یک، مفاصل ساینوویل دوستا یک آرتیکولر کویتی داره. مشخصا چوال برتون نوشتن باز تشریح میکنیم. یک آرتیکولر کویتی داره. جوف مفصلی داره. دیگه استخوان ها آرتیکولر کارتیلاژ دارن. این غضروف مفصلی. یانا غضروف یک سطح مفصلی استخوان ها رو میپوشونه. دیگه اگر یک دو سانج مهم است، دیگه چی است؟ ام خود مفصل ساینوویل یک چی داره؟ آرتیکولر کپسول داره. یا مثلا گفتم میتونم که جوینت کپسول. این یک کپسول مفصلی داره. جوینت کپسول. این همی جوینت کپسول که ما شما دوستا میگیم، باز اینی جوینت کپسول یا کپسول مفصلی خود از این باز دو طبقه داره، یک داخلی دو خارجی. یعنی دو لایه داره، لایه داخلی اینترنال و اکسترنال خارجی. لایه داخلی زیر دوستا به نام ساینوویل، ساینوویل ممبرین میگن، غشای ساینوویل میگن، و لایه خارجیش یا طبقه خارجیش را به نام فایبرز، فایبرز ممبرین میگه، یا غشای فایبرز. درست؟ خب دیگه مشخصات یک دوستا در غشای در مفاصل ساینوویل بسیار ارزش داره برای شما چی است؟ موجودیت ساختمان های به نام بورسا، دیگه فت، فت بالشتک شحمی، دیگه دوستا چی است؟
دیگه تندون تندون شد یا پوشش تندونی و همچنان در یک مشخص دیگه یکم یادتان باشه آرتیکولر دیسک آرتیکولر دیسک. خب دوستان مفصل ثانوی الانال ایتی تعریف میکنه نظر به تصویری که شما دوستا دیدین ما شما مفصل ثانوی بسیار راحت تعریف میتونیم مفصل ثانوی ال وقت میگیم چیگونه مفصله؟ مفصل یه که سطوح مفصلی استخوان‌ها توسط یک جوف یا خالیگا از هم جدا شده و در این مفاصل استخوان‌ها میتونه آزادانه و راحت حرکت داشته باشه. اینا ویژگی هایی که یک مفصل ثانوی ال داره برایتان گفتم. نه چند گپا داره؟ آرتیکولر کاویتی داره یا جوف مفصلی، آرتیکولر کارتلاژ یا عمو غضروف مفصلی هست که سطح مفاصل استخوان پوشانده، آل بیشتر میگیم دیگه جوینت کپسول وجود داره، یعنی کپسول مفصلی وجود داره، دو طبقه داره، دیگه بورساس، فلات پات، تندون شید و همچنان آرتیکولر دیسک. این حال خوب دقت کن. ما برتون سو اینج رسم میکنیم. خوب دقت داشته باشین، خیلی راحت یاد میگیریم. مثلا نر فرض کن استخوان است. اینا استخوان ها رو قبلا ما شما ساختمانش خوانده بودیم که وقت استخوان میگیم استخوان دو قسمه، یکی از نظر ساختمانی که استخوان های کمپکت یا متراکم، یکی اسفنجی بود. نه سطح خارجی استخوان ها استخوان های کمپکت است و در داخل باز استخوان های چی وجود داره؟ یعنی تصور کن استخوان های اسفنجی خالگاه هایی که اینجا مثلا موجود است به این شکلی، درست؟ این قسمت داخلش، این قسمت هم اینه، این خالگاه هایش. اینا اگر شما دست دقت کنید اینی ساحه استخوان کامپکت، این استخوان اسفنجی، این هم بون مرو مغز استخوان. یک در این طرف هم یک استخوان کمرای ازی مفصل شده باشه در نظر میگیریم، این استخوان دیگه یه معین شکل قسمت ها استخوان اسفنجی باشه، اسفنجی بون، و این باشه بون مرو. این باشه اینی سوها میشه کمپکت بون، اسپانج بون، بون مرو. خب این دو استخوان با هم مفصل شده. این حال خوب ببینید این دو استخوان با هم مفصل ساینوویل ساخته. مفصل ساینوویل اولین گپ چی گپ است؟ آرتیکولر کاویتی داره. اینه اینی دو ای با اردو استخوان توسط یک جوف از هم جدا شده، یک. دوم سطح از استخوان ها توسط یک غضروف پوش میشه، سطح مفصلی استخوان ها توسط یک غضروف پوش میشه، یک طبقه غضروفی این وسط از این به این شکل توسط یک طبقه غضروفی پوش میشه سطح مفصلش به این شکل. و این غضروف از نوع غضروف هیالینه. ما شما داشتیم هیالین کارتلاژ. پس در این قسمت اگه ما شما دقت کنیم این اینجا خالگاه است، نه این همین خالگاه دوستا ما شما چی میگیم؟ آرتیکولر کاویتی، یعنی جوف مفصلی. جوف مفصلی دیگه دوستا اینی رنگ سرخی که ما اینجا نوشته کردیم اینی چی است دوستا؟ این کس همون غضروف یک سطح استخوان ها رو پوشانده در تصویری که ما شما میبینیم با مو شکل است. خب این ما شما میگیم آرتیکولر کارتلاژ، یعنی مظروف غضروفی که سطح مفصلی استخوان ها رو در مفصل پوشانده است. خب و این غضروف از کدام نوع غضروفه؟ نویتش اگر ما شما دستا در نظر بگیریم نویت از این کسه غضروف هیالینیه، غضروف هیالینی یعنی هیالین کارتلاژ است، درست؟ نویتش یادتان باشه. خب این حال دستا ببینید گب دیگه یک مهمه چیه؟ گب دیگه مهم دستا اینه که باز خود این همی مفصل یک پشت داره، کپسول داره، کپسول کپسول مفصلی رو ما شما اینجا دو سال رسم میکنیم. خب دقت داشته باشه به این شکل این از محلی که دو دانه غضروف با استخوان وصل میشه ایت شروع میشه تا به اون طرف ده اون مفصل از اینجا شما دقت کنید به این شکل این تا کپسول کاملا مفصل می پوشونه، درست؟ این دو طبقه داره، طبقه اولش بود، اینا یک طبقه بیرونش ببینید اینی یک لایه بیرونش به این شکل اینه دستا اینال اینمی کپسولی که مفصل پوشانده
محدود کردنی، این ما شما به نام کپسول مفصلی میگیم. کپسول مفصلی یعنی اردو طبقه را یک جای، انمی اردو را یک جای به نام چی میگیم؟ جوینت کپسول، کپسول مفصلی، جوینت کپسول. این حال تاریک واضح ما شما دوستان در اینجا میبینیم خود از این جوینت کپسول در این دقت کنید دو طبقه داره، نه؟ یک لایه داخلی داره، طبقه داخلی خارجی. اینی لایه داخلیش اینجا دقت کنید، اینمی لایه داخلی زیر به نام ساینوویال، ساینوویال ممبرین میگه، غشای ساینوویال. سهشت؟ خب اینال اینی لایه خارجی زیره اینه بیرون زیره، این میگه به نام فایبرس، فایبرس ممبرین، غشای فیبروزی. غشای فیبروزی مفصل بیشتر ثبات یا استحکام میده. خب در اینجا یک نکته یک مهمه برای شما چیه؟ ساینوویال ممبران غنی از زاویه است و خود ساینوویال ممبران باز وظیفش چیه؟ تولید یک مایع به نام ساینوویال فلوید، ساینوویال فلوید، مایع ساینوویال. غنی زاویه است ساینوویال ممبران، یک مایع ترشح میکنه، این مایع آزاد میشه در کجا؟ در جوف مفصلی. در اینجا این مایع که اینجا اومده بازی مایع چی کار میکنه؟ سطوح مفصلی استخوان ها را توسط غضروف هیالین پوشیده شده، اینو چی کار نه مرطوب و لشم نگه میداره تا آزادانه بتونه اینا با هم حرکت داشته باشه. خب اینم فهمید. اینال دوستا گپ دیگه یک بسیار مهمه چی است ببینید. خب گپ دیگه دوستایی است که مثلا خب در اطراف مفصل وقت ما شما ببینیم دوستا در اونجا مثلا عضلات است، باز عضلات تندون داره. شما تصور کنید یعنی تندون یک عضله باشه، تندون یک عضله در یک قسمت. خب تندون از عضله رو ما شما دوستا در نظر میگیریم و این یک تندون باشه، تندون یک نسج فیبروزی که عضلات رو با استخوان کارتیلاژ اینا وصل میسازنه. خب بعد از اون دمی بیرون از مفصل، خارج از مفصل، کپسول امی خود غشای ساینوویال یک ساختمان کپسول مانند میسازه، کپسول مانند. اینمی ساختمان کپسول مانند به نام چی میگیم؟ بورسا میگیم، بورسا. خب اینالی بورسا دوستا در کجا قرار داره؟ این بورسا معمولا بین تندون و استخوان، بین تندون و مفصل، بین جلد و از استخوان. چرا؟ به خاطر از این قرار داره که این سبب میشه تا اصطکاک در جریان حرکت بین دو ساختمان کم شود، سبب کاهش اصطکاک میشه. این به نام چی میگیم؟ بورسا میگیم. یک کپسوله که توسط غشای ساینوویال در خارج از مفصل ساخته میشه، این به نام بورسا میگیم. دیگه که یک دوستا مهم است هست این همی قسمت شما دقت کنید. خب در شما ببینید ایمو غشای فیبروزی بود و در داخلش که ما شما رسم کردیم، اینی داخلش هم گفتیم که این ساینوویال ممبران است. اینال دوستا در بعضن در تمام مفاصل، در بعض مفاصل اینجا ایتر یک شهم وجود داره، شهم به رنگ زرد، البته شهم، یعنی شهم اینجا وجود داره در بین فایبرز ممبران کپسول مفصلی و ساینوویال ممبران. این امیر دوستا به نام فت، پت میگه، بالشتک شهمی. بالشتک. دیگر نکته یک دوستا بسیار ارزشمند و مهم است هست دوستا که در بعض مفاصل ساینوویال باز در داخل آرتیکولر کاویتی، در داخل جوف مفصلی که توسط کپسول مفصلی ایجاد شده، در اینجا یک آرتیکولر دیسک وجود داره، یک دیسک اینجا وجود داره. این به شک تصور کن به این شکلی انت یک دیسک وجود داره و این از غضروف ساخته شده و این امیر بنام چی مگه؟ دیسک بین المفصلی، بین المفصلی یا آرتیکولر دیسک میگیم، آرتیکولر دیسک. و این کس باز از غضروف چی ساخته شده؟ از غضروف فیبروزی، فایبرو کارتلاژ ساخته شده، فایبرو کارتلاژ. خب دوستان اینال یک بار براتون یک تکرار میکنیم، خوب دقت کنید.
پس وقت مادسا میگیم مفاصل ساینوویل چه رقم اگه مفاصله؟ سیکن بسیاری تا میخانیک نکن که شما همیتر حفظ کنید. این نقطه به نقطه به ترتیب یاد. در مفاصل ساینوویل گبه که مهم دوستا یک که سطوح مفصل دو استخوان توسط یک جوف یک کویتی از هم جدا شده و در این مفاصل آزادانه حرکت صورت میگره. ویژگی هایی که یک مفصل ساینوویل داره چی است؟ ببینید در اینجا اول بین سطوح مفصل دو استخوان یک خالیگاه یا جوف وجود داره که به نام آرتیکولر کویتی میگیم و در داخل از همه جوف یا خالیگاه یک مایه ترشح میشه به نام مایه ساینوویل. صحیحست؟ و این مایه ساینوویل وظیفش چی است که سطوح مفصل استخوان ها را چی کار میکنه؟ لشم و مرتوب نگه میداره تا در جریان حرکت اصطکاک ایجاد نشه. دیگه ویژگیش چیه دوستا؟ در مفاصل ساینوویل سطوح مفصلی استخوان ها توسط یک صفحه غضروفی پوش شده و او غضروف از نوع غضروف چیه؟ هیالینیه. سطح مفصلی از این استخوان هم توسط یک صفحه غضروفی هیالینی پوش شده، سفید و ایش هم پوش شده. این دیگه ویژگیش. ویژگی دیگه یک دوستا در مفاصل ساینوویل وجود داره که مفاصل ساینوویل یک چی داره؟ یک پوش داره، یک کپسول داره که از دو لایه ساخته شده. این دو لایه این برام جاین کپسول میگیم و این خود جاین کپسول باز دو لایه داره. لایه داخلش ببینید به رنگ سبز که نوشته کرده برام ساینوویل ممبرین یاد میشه، غشای ساینوویل. ما لایه خارجیش به نام فایبرز ممبرین یا غشای فیبروز یاد میشه. این حال یعنی لایه داخلی بسیار مهم است دوستان. لایه داخلی که غنی زاویه است و وظیفه‌اش تولید مایع ساینوویل یا ساینوویل فلوید است، درست تولید میکنه و این غشای بیرونی به استحکام بیشتر خود مفصل کمک میکنه. این دیگه ویژگی. ویژگی دیگه ای در مفصل دوستان وجود داره که در خارج از مفصل غشای ساینوویل یک کپسول میسازه و این کپسول ها رو به نام بورسا میگیم و این بورسا در بین کدام ساختمان ها وجود داره؟ تندون و استخوان، تندون و مفصل، جلد و استخوان. و این بورسا وظیفه‌اش این است چی کار میکنه؟ در جریان حرکت اصطکاک بین دو ساختمان رو کاهش میده. این به نام چی یاد میشه؟ بورسا. این بورسا در تمام باز مفاصل ساینوویل دیده میشه. اما دیگه ویژگی که ساینج وجود داره دیگه چی است؟ ببینید دیگه اینجا ببینید که در داخل خود هم جوف مفاصل ساینوویل باز یک آرتیکولر دیسک وجود داره یا مثلا دیسک بین المفصلی میگم در داخل چی است؟ خود جوف یا خالگاه مفصل است و این از غضروف فیبروزی یا فایبروز کارتلاش ساخته شده. دیگه در میشه در بین ساینوویل ممبران و همچنان فایبرز ممبران اینجا شحم موجود باشه که این شحم به نام فت پت میگه، درست؟ به نام فت پت یاد میکنه. این حال در اینی آرتیکولر دیسک و فت پت در تمام در تمام مفاصل ساینوویل وجود نداره، عمومی نیست. در یک تعداد ممکن باشه، ممکن هم نباشه. یک چیز دیگر هم دوستان اضافه کنیم که بخی تکمیل شود بحث ما، شما در مفاصل که ساینوویل هسته باز امکان داره که امی خود غشای ساینوویل در اطراف تندون، این تندون گفتم نه تندون یا گذاره، در اطراف تندون ایتر یک پوش تشکیل بده. انت یک پوش شما تصور کنید مثلا یک تندون میشه رویش یک پوش تشکیل میده، این پوش اینی رو به نام تندون شیت میگه، تندون شیت که نمی تندون شیت هم در جریان حرکت بسیار راحت استکاگ کم میسازه. خب مفاصل ساینوویل دوستا تعریف شفا میدین و انشالله که شما در قسمت انواعش باز براتون بیشتر صحبت میشه. اگر در تصویر هم یک دفعه ببینید بد نیست. خب این همی تصویر شما دوستا ببینید خیر است، اگر تکرار اگر خوب شوه. اینجا یک مفصل ساینوویل است، یک استخوان، دیگه استخوان. سطح مفصلی استخوان ها ببینید توسط غضروف هیالین یا غضروف شفاف پوش شده، سطح مفصلی عظیم از بالایم. دیگر در بین سطوح مفصل استخوان ها یک جوف یا خالیگاه وجود داره که ما شما به نام آرتیکولر کویتی یا جوین کویتی میگیم. دیگر ببینید اینی پوشی خود کپسول مفصل است، رنگ سرخ در داخل ساینوویل ممبران، در خارج رنگ آبی کسته ایر به نام فایبرز ممبران ما شما میگیم. گردویش یک جای باز به نام جوین کپسول یاد میشه، درسته؟ ایر هم ما شما دوستا فهمیدیم که در این قسمت ما شما داریم. اگر تصویر دیگر رو ببینیم
باز در او تصویر برسا را نشان داده کمی برسا چی است در این سایکن دوستا. باز هم خود این ساهای کپسول خود مفصل خارج از کپسول ببینید این اینجا یک کیسه است اینه یک ساختمان کیسه مانند که از غشای ساینوویل ساخته شده این را به نام چی نگیم برسا میگیم این سایکن بای این تندون ازل است یعنی بطن ازل یا تندون ازل بین تندون ازل و کپسول در اینجا وجود داره درسته و این دوستا مفصل ساینوویل بود که کانال ما شما باز درباره انواعش صحبت میکنیم. خب دوستا اینال ما شما وقت انواع مفصل ساینوویل میخوانیم انواعش بساس چی میخوانیم بساس ساختم شکل سطوح مفصلش میخوانیم ما شما افت نو مفصل ساینوویل داشتیم نیم یادتان هست دیگه اینال به ترتیب هر کدام شما ما شما با جزئیات صحبت میکنیم تا وقتی کتابم خواندن براتون کمک شود. خب دوستای گرامی ما شما در مورد مفصل صحبت کردیم انشالله که یک بار دیگه خوب به ویدیو گوش دهید بعد از کتاب بخونین کاملا یاد میگیرین. موضوع بعدی ما شما انشالله درباره انواع مفاصل ساینوویل و انواع مفاصل جامد خواهد بود. موفق و پیروز باشید.